اوتا داره سوار میشی با 5 دقیقه مثلا فرض کو از اوجا میری مثل که الان با 5 دقیقه پشت زمین بروی از افغانستان به امریکا بروی با 5 دقیقه تور میرسانه با اما سرزمینای خود سرکشی میتوانی لذت میبری از این مناظر خوب چشمت قوی تر میشه گوشت قوی تر میشه اشتیاقت قوی تر میشه دیگه امون یک چک سفید میخواه نمیارزه به نظر شما نمیارزه که ما 60 سال 70 سال بر غرایز حیوانی خود اوسای خود کنترل کنیم و خداوند از فضل و کرم خودش همینجا به ما چک سفید بده نگلو هم ما یشاوون عند ربهم هر چی که میخوایی اونجا پیش پروردگار تثبت میده خدا قادر بر هر چیزه تمام کائنات او خلق کرده همه نعمت ها را او خلق کرده لایتنایی خدا ما نمیتوانیم تصور کنیم چون خود انسان مخلوق از هر حیث محدود و متناهیه از عیس وجود، از عیس فکر، از عیس رغبتهایش، خیالش، وامش، همهش متناهیه. تصور نمیتوانیم که خدا قدرتش لایتناهیه. لو ما یشاؤون عند ربهم، هیچی که به شما میدین. میدنی چی که سفید چقدر مهمه که بعد از چی میگه خدا؟ میگه لو ما یشاؤون عند ربهم، یکی شد خلاص. بعد میخواهی ایچی که در نظر ما و شما بزرگتر میشن بده ذالکه هو الفضل الکبیر ای یک فضیلت بزرگیه که برای شما که ایچی که سفیده میدم راست دیگه از این فضل بالاتر نیه چک الان یکی به 100,000 میده یکی به 200,000 میده یکی میگه تمادامی که زندهی برو ارما از بانک $1,000 بگی $5,000 بگی بخ تا که زندگی چقدر خوشحال نشی یک دفعه چک چک سفیده مسئله 10,000 و 5,000 و 1,000,000 نیه هر چی که دلت میخواه لو ما یشاؤون هر چی که دلت میخواه چک سفید بعد خدا میگه وذلک الفوز الکبیر فضل الکبیر این فضل بزرگ خدایه که به تو داده میشه نامی چک سفید فضل کبیره بزرگترین فضل که خداوند به بنده خود عطا میکنه در مقابل 70 سال مقاومت در مقابل غرایز انسان هوسای حیوانی انسان هیچی که سفید ارزش نداره 1,000,000 مرتبه بیشتر ارزش داره مو که 70 سال نیه برای 70 سال که هیچی که سفید نمیده برای 1,000 سال که نمیده لایتنایی ما آخر نداریم در بهشت نه در دوزخ آخره نه در بهشت انسان اول داره خدا خلق کرده ما را آخر نداره با ابقای خدا ما باقیم خدا به ذات خود باقیه ما به اراده خدا باقیم چه که سفید است همیشه است هیچ وقت این اچل نمیشه از اعتبار ساقط نمیشه اگر این زحمت و فشار بر بنده خدا که انسان خلق کرده میدانه که تدین زحمت داره فشار داره صبر میخواه خونجیگری داره خدا امر مزدش داده یک چک سفید بهت میده او ثوابایی که برای نماز تنها میده برای روزی تنها میده کمی در قرآن در احادیث آمده اونا جدا اما ایره که میخواهی اینجا ذکر کنه به عنوان کلی در مقابل والذین آمنوا و عملوا الصالحات برنامه کلی تو در دنیا می بوده که تو به خدا ایمان داشتی و عمل صالح به جا می آوردی او وقت در مقابلش به چک سفیده میده اما اونی که کارهای دیگه کردی یک وقت صدقه میدی یک وقت نماز میخوانی اونا ثوابشون که است اونا رو بر بگی در کلی من ایس کلی لو ما یشاؤون عند ربه هر چی که بخوایی خدا به ما و شما چشم بصیرت عطا بفرمایه که از این نعمتهای خدا باید ما استفاده کنیم تا به او تنگناهای غرایز حیوانی خود قرار نگیریم
که بخواهیم منحرف شیم. ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی دیگه یک چک سفید میخواه در نظر ما خیلی درست مجسم کنه. یک دفعه گفت که ذلک هو الفضل الكبیر، یا مو فضل بزرگ خدایی که به شما داده. از خدا تشکر کنیم. ما میگیم الحمدلله رب العالمین، خدای نصیب ما کن. بعد دوباره یک مطلبی دیگر میگه، میگه امی چیزیست، امیه، یعنی امی چک سفید. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک الذی یبشر الله عباده. ای امو چک سفیده که خدا بندعای خدا به او بشارت میده. بشارت یعنی خبر خوش میده، خبر خوش میده. کدوم بندعای خدا؟ امینایی که از حیوانم پایین تره به اینا که نمیده. نه ای چک سفیده به اونا میده، نه ای خبر خوش به اونا میده. به کی میده؟ عباد والذین آمنوا و عملوا الصالحات. امو بالام امی قید بود که ما او بندعای خدا به این چک سفید بشارت میدم که ام به من ایمان دارن، ام به قیامت ایمان دارن، ام به انبیاء ایمان دارن، به ضروریات دین ایمان دارن و بعضم عمل صالح هم انجام میدن، یعنی واجبات به جا میارن، محرمات ترک میکنن. این داستان چک سفید بود که خلاص. الان یک مطلب دیگه، قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیا حسنا ان لا غفور شکور. میگه بگو پر رسول ما، به مردم بگو، به امت خود بگو، لا اسألكم علی اجرا، ما که میام این کار میکنم تا به جایی که به شما چک سفید داده میشه، اینا را ای واسطی ای کار میوم. ما رسولم، ما نبیم، خدا ما را فرستاده، ای توانایی را خدا به ما داده که تلقی وحی کنم و اونا را به شما برسانم و شما خوشبخت بشین تا که این چک سفید به شما برسه. ما بر این کار خود شما چیزی نمیخوام، مزد از شما طلب نمیکنم، هیچ مزد طلب نمیکنم. قل لا اسألكم علیه، بر این تبلیغ خود یا بر این چک سفیدی که به واسطه تبلیغ ما از خدا میگیرین و خدا به شما لطف میکنه، من مزد از شما نمیخوام. من مامورم که باید این به شما برسانم. این فکر نکنین که من میخوام در مقابل ریاست که رئیس جمهور شم، پادشاه شم، زمامدار شم، یا بگم برای ما پول بیارین. نه، برای اینا نبود. لا سلکم علی اجرا، ایچ نمیخوام الا المودت فی القربا، مگر دوستی با خویشاوندان خود، با ذوی القربای ما محبت کنین. ما زنده باشم یا مرده باشم باید اینا رو دوست داشته باشیم. و من یقترف حسنتن، کسی یک خوبی را انجام میده، کس میکنه، نزد له فیها اصنا، ما در امی نیکویش حسنه یعنی یک کار خوب ما ایره زیاد میکنیم. وقتی که میخواییم چه قسم زیاد میکنیم؟ یعنی وقتی که میخواییم به شما موز بدیم در قیامت بیشتر میدیم. تو با این بندگی که تو که محدود ضعیفی این کار کردی برای ما، من دیگه امور پس بدرد نمی کنم، زیاد می کنم برای تو، زیاد می کنم. نگفتم که تا 700 مرتبه هم حدا نگه افغانی رو می ده 700 افغانی پس بش بر می گرده. نزد لو فیا حسنا ان الله غفور شکور، خدا بسیار آمرزنده، غفور یکی غافره، غافر آمرزنده، غفور بسیار آمرزنده، گناهان شما رو می آمرزم. شکور بسیار شکر گذارم، شکور ما و شمایم،
خدا هم شکوره، ولی معنا فرق میکنه. ما که شکوریم یا شاکریم، یعنی نعمت های خدا را شکر میکنیم. خدا که شکوره جزای شکر ما را میده، زیاد به ما جزای شکر میده. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کنید ما به شما بیشتر میدم. بعدم انشاءالله در این مورد ای آیه یک صحبت های دیگری هم هست. والحمد لله رب العالمین.